مسئله هفتم آگاهی از حقیقت خیش خود را بشناس این عبارت سخن اوراکل کاهنه که بر سردر معبد آپولو در دلفی حک شده. در یونان باستان مردم از پیشگویان و کاهنان انتظار داشتند سرنوشت اونها را پیشگویی کنن و یا به اونها بگن در وضعیتهای خاص چطوری عمل کنند. بی تردید بیشتر کسانی که به معبد دلفی وارد می شدن عبارت حک شده بر سردر اون رو می دیدن. اونها این عبارت رو میخوندن اما به جرفای معنای نهفته در این عبارت پی نمی بردن. اونا نمی که رهایی از رنج مستلزم فهم عبارت بالای در معبد دلفیه. در غیر این صورت حرفهای کاهنان و پیشگویان هرگز نمیتونست اندکی از بار سنگین رنج و اندوه اونها کم کنه. مضمون عبارت سردر معبد دلفی اینه که پیش از طرح هر پرسشی ابتدا بنیادی ترین پرسش رو طرح کن. بنیادی ترین پرسش زندگی اینه که من کیستم؟ آدم های ناهوشیار نادان پاسخ این پرسش رو بسیار سری میدن. اونها بیدرنگ نامشون، شغلشون، شرح حال زندگیشون، شکل و ظاهرشون، و هر چیزی رو که با اون هویت کسب میکنن به عنوان پاسخ این پرسش ردیف میکنن. بعضی دیگه ممکنه آگاه تر و فهمیده تر به نظر برسن چون خود رو روحی فنا ناپذیر یا روحی الهی و جاودانه میدونن. اما اینان هم جز مشتی مفهوم و عبارت پردازی چیزی در چنده ندارن. اینان هم محتوای ذهنی خود را حقیقت خیش تلقی کردند. شناخت خیشتن حقیقی خیش فراتر از مشتی مفهوم و عبارت و اعتقاد و باوره. باورها چیزی جز مشتی القاعات شرطی شده اجتماعی نیست شناخت حقیقی خیشتن خیش هیچ ارتباطی به باورها و عقاید موروسی نداره شناخت خیشتن در هستی کل ریشه داره این من نیست که خود رو میشناسه من هویت خود هم هویت هویت ها به اشیا تکیه دارن حقیقت تو به اشیا هستی میبخشه نه اینکه از اشیا هویت بگیره بنابراین من نیست که میشناسه بلکه ذاته که این من یا وهم رو تشخیص میده حقیقت تو همین ذات توه ذهن تو گنجایش حقیقت تو رو نداره ذهن تو هم ذره معلق در فضای بیکرانه حقیقت تو کسی که فکر می هستی. تو از اون کسی که فکر میکنی هستی از کیستی خودت تعیین کننده اون چیزیه که فکر میکنی در زندگی بهش نیاز داری و اون چیزی که فکر میکنی کنی برات اهمیت داره. و هر چیزی که برات اهمیت داره قدرت اینو داره که باعث ناراحتی و آشفتگیت در زندگی بشه. تو میتونی از این مسئله به عنوان میاری برای پی بردن به عمق شناختی که از خودت داری استفاده کنی. اون چیزی که به زبون میاری یا به اون اعتقاد داری لزوما همون چیزی نیست که بهش اهمیت میدی. بلکه کنش ها و واکنش های تو نشون میدن که چه مسائلی واقعا برات اهمیت دارن و جدی هستن. پس شاید بخوای از خودت بپرسی چه مسائلی موجب ناراحتی و آشفتگی من میشن؟ اگه مسائل کوچیک اون قدرت رو دارن که آرامش تو به هم بزنن پس دقیقا خودت رو به همون صورت میبینی یعنی به صورت کوچیک این باور ناخودآگاه توه مسائل کوچیک چه چیزهایی هستن؟ در نهایت همه مسائل کوچیکن چون همه چیز گذراه شاید به زبان بگی من میدونم که همون ذات فنا ناپذیرم من فقط از این دنیای دیوانه دیوانه به سطوح اومدم و تنها چیزی که میخوام آرامش و دلاسودگیه. اما این حالت تو تا زمانی دوام پیدا کنه که تلفن زنگ بزنه و اخبار بدی بهت داده بشه. مثلا اینکه بازار سهام سقوط کرده و قیمت بالا پایین شده یا معامله که کردی شاید به هم خورده باشه یا به اطلاعت برسونن که اتومبیلت رو دزدیدن یا خبردار بشی که مادر همسرت قراره از راه برسه و چند روزی رو با شما بگذرونه یا مسافرتی که ترتیب داده بودی به هم خورده باشه یا قراردادی نقص شده باشه همسر ترکت کرده باشه پول بیشتری ازت بخوان و یا اتفاقی افتاده باشه و تقصیر رو به گردن تو انداخته باشن ناگهان موجی از استراب و خشم در تو ایجاد میشه صداد لحن تندی میگیره و میگی دیگه نمیتونم این وضعیت رو تحمل کنم اتهام میزنی سرزنش رو حمله میکنی از خودت دفاع میکنی یا خودت رو توجیه میکنی و همه اینها روی دکمه اتوپایلت یا خلبان خودکار رخ میده اکنون مشخص شده چیزی که برات مهمتر از اون آرامشیه که چند دقیقه پیش میگفتی تنها چیزیه که بهش نیاز داری و احتمالا دیگه روحی جاوید و ذاتی فنا ناپذیر هم نیستی معامله پول قرارداد از دست دادن یا تهدید به از دست دادن مهمتر از اونه برای کی؟ برای اون روح جاوی و ذات فناناپذیری که میگفتی هستی؟ نه، برای من. برای اون من کوچیکی که به دنبال تأمین امنیت و رضایت خاطر خود در مسائل گذراست و به خاطر اینکه نمیتونم اون رو به دست بیاره مضطرب و خشمگینه. خب حداقل حالا میدونی واقعا فکر میکنی کی هستی. اگه آرامش چیزیه که میخوای پس همون رو انتخاب کن. اگه آرامش بیشتر از هر چیز دیگه ای در زندگی برات اهمیت داشت و اگر واقعا اعتقاد داشتی که اون روح جاوید هستی اون ذات فن و و پایدار خیش رو تجربه کرده بودی دیگه به محض روبرو شدن با افراد و یا موقعیت های چالش برانگیز واکنشی عمل نمی کردی. بلکه حضور و هوشیاری خیش رو حفظ می کردی و قایب لحظه حال یعنی لحظه واقعی زندگی نمی شدی. در این صورت واکنش تو به اون افراد و یا اون موقعیت ها از سر حضور و هوشیاری می بود. به این ترتیب اون کسی که واکنش نشون میداد ذات تو بود. نه اون من کوچک تو که تصویری ذهنی بیشتر نیست. واکنش ذات به افراد و موقعیت ها واکنشی موثر و نیرومند چنین واکنشی هیچ کس و هیچ موقعیتی رو به دشمن تبدیل نمیکنه. دنیا همیشه با نشون دادن اون چیزی که واقعا برات اهمیت داره کاری میکنه که نتونی برای مدتی طولانی خودت رو درباره کسی که فکر میکنی هستی فریب بدی. چگونگی واکنش تو در برابر مردم و موقعیت‌های مختلف به خصوص در زمان بروز مشکلات بهتر از هر چیز دیگه عمق شناخت تو را از خودت نشون میده. هرچقدر دیدگاهی که از خودت داری محدودتر و وابسته تر به ایگو باشه بیشتر بر محدودیت های ناشی از ایگو و ناآگاهی دیگران تمرکز و به اونها توجه میکنی و در برابرشون واکنش نشون میدی. تقصیرهای اونها یا اون چیزی که تو تقصیر اونها فرض میکنی در ذهنت به هویت اونها تبدیل میشه. این یعنی تو فقط ایگو رو در اونها میبینی و به این ترتیب ایگو رو در خودت تقویت میکنی. به جای اینکه فراتر از ایگو رو ببینی، مستقیما به خود ایگو نگاه میکنی. چه کسی این ایگو رو داره میبینه؟ ایگوی توی که داره این ایگو رو میبینه. افراد بسیار ناخداگاه ایگوی خود را از طریق بازتاب اون در دیگران تشخیص میدن. وقتی متوجه میشی چیزی که در دیگران در برابرش واکنش نشون میدی در خودت هم هست که گاهی فقط در خودته به تدریج به ایگوی درونت آگاه میشی در این مرحله شاید همچنین متوجه بشی که کاری رو که فکر میکردی دیگران دارن در حقت انجام میدن خودتی که داری در حقشون انجام میدی دیگه خودت رو در نقش قربانی نمیبینی تو ایگو نیستی پس وقتی از وجود ایگو در خودت آگاه میشی به این معنی نیست که میدونی چه کسی هستی بلکه به این معنیه که میدونی چه کسی نیستی ولی وقتی بدونی چه کسی نیستی در واقع بزرگترین مانی بر سر شناخت خودت از میان برداشته میشه کس نمیتونه به تو بگه چه کسی هستی این فقط عقیده و باور دیگه ایه. چون اگر کسی به تو بگه چه کسی هستی فقط توهم دیگه ای رو در ذهن تو نشونده. توهم هرگز تو رو تغییر نخواهد داد و دگرگون نخواهد کرد. اون چیزی که تو حقیقتا هستی نیازمند هیچ عقیده و باوری نیست. در واقع هر عقیده یا باور یک مانع و هجابه. حجاب اون چیزی که تو حقیقتا هستی. حتی تشخیص این موضوع هم لازم نیست. چون تو همانی که باید باشی هستی. ولی اگه کیستی خود رو تشخیص ندی، نور حقیقت خود، ذات خود رو تشخیص ندی و درکش نکنی، درخشش اون در این دنیا منعکس نمیشه. و این نور در جایگاه ناپیدای خود، که البته جایگاه واقعی تو باقی میمونه. در این صورت تو مثل فقیری هستی که نمیدونه ارسی چند میلیارد دلاری بهش رسیده. بنابراین این ثروت کلان بدون استفاده و در همون حالت بلقوه خیش باقی میمونه. فراوانی تصویری که تو از خود در ذهن خود میسازی به رفتار و برخورد دیگران با تو هم بستگی داره. اونها با تو به گونه ای رفتار میکنن، و تو هم بر اساس رفتار اونها از خود هویتی میتراشی. بعضی ها مدام گله میکنن که دیگران منو تحویل نمیگیرن. دیگران به من احترام نمیذارن. دیگران برای من ارزشی قائل نیستن. دیگران به من توجهی نمیکنن. وقتی با این افراد خوش شه و مورد مهر و محبت قرار بگیرن، مشکوک میشن و گمان میکنن توتئی در کاره. و میگن لابد میخوان سرم کلاه بزارن، شاید میخوان چیزی رو از دستم بیرون بیارن. من که میدونم کسی منو دوست نداره لابد کلکی در کاره تصور این افراد از خیش اینه که من آدمی هستم نیازمند و وابسته یک من کوچک که خواسته هاش برآورده نشده این هویت ذهنی موجب برهم خوردن روابط اونها با دیگران میشه اونها بر این باورن که چیزی ندارن تا ببخشن و دیگران هم از بخشش به اونها دریق دارن. هستی این افراد بر پایه تصور موهوم از خیش بنا شده. این تصور موهوم موجب زایه کردن فرصت ها و آسیب دیدن رابطه ها میشه. گاهی احساس کمبود میکنی. کمبود وش، کمبود توجه، کمبود پول. اگه فکر کنی که تو همین احساس کمبود هستی، باید بدونی که برای همیشه احساس کمبود خواهی کرد. اون وقت به جای اینکه داشته ها تو ببینی و از اونها بهره بشی، کمبودهات رو میبینی و از نداشتن چیزها احساس ناخرسندی و اندوه میکنی. مسیح همواره میگفت ببخش و به تو بخشیده خواهد شد. خوبی هایی که از تو سرازیر میشن به تو بازگردانده خواهند شد. منشأ همه وفور نعمات خارج از وجود تو نیست. بخشی از توه. با این وجود از قدردانی و درک وفور نعمتی که در خارج از وجودت هست شروع کن. کمال زندگی رو در اطرافت ببین. گرمای آفتاب رو روی پوستت حس کن. به نمایش باشکوه گلها در یک گل نگاه کن. از گاز زدن یک میوه آبدار لذت ببر. یا از خیس شدن زیر وفور آبی که از آسمون میباره. کمال زندگی در هر قدم قابل مشاهده است. قدردانی از وفور نعمتی که اطرافت را احاطه کرده بخور نعمت نهفته درونت رو بیدار میکنه. به اون اجازه بده که سرازیر بشه. وقتی به قریبه لبخند میزنی، این انرژی رو برای مدت کوتاه به سمت بیرون سرازیر میکنی. بخشنده میشی. همیشه از خودت بپرس در این لحظه و در این موقعیت چی میتونم ببخشم؟ چطور میتونم در خدمت این فرد یا این موقعیت باشم؟ برای اینکه وفور رو احساس کنی حتما نباید چیزی داشته باشی ولی اگه دائما این وفور نعمت رو احساس کنی بدون شک به زندگیت راه پیدا خواهد کرد وفور تنها به سراغ کسی میاد که قبلا اون رو داره به نظر ناعادلانه میاد ولی اینطور نیست این قانونی جهانیه هم وفور نعمت و هم احساس کمبود بود حالات درونی خود تو هستن که به شکل واقعیت زندگیت خود رو نشون میدن. ایسا در این باره میگه به کسی که داره بیشتر عطا میشه و از کسی که نداره حتی همونی هم که داره گرفته میشه. شناخت خود و شناخت درباره خود شاید نمیخوای خودت رو بشناسی چون میترسی متوجه بعضی چیزها در خود بشی و از اون چیزی که ممکنه پیدا کنی واهمه داری بسیاری از مردم ترسی پنهانی از بد بودن دارند ولی هر چی درباره خودت به اون پی میبری تو نیستی و هر چیزی که میتونی درباره خودت بدونی هم تو نیستی بعضی از افراد نمیخوان بدونن کی هستن چون میترسن ولی دسته دیگه هم کنجکاوی سیری ناپذیری درباره خود دارن و میخوان هرچه بیشتر و بیشتر بدونن شاید تو انقدر مجذوب خودت باشی که سالها برای تحلیل روانی وقت صرف کنی. هر جنبه از دوران کودکیت رو ریشه یابی کنی، ترس ها و امیال نهفته خودت رو برملا کنی و لایه های متعدد پیچیدگی شخصیتت رو پیدا کنی. این کار شاید ده سال یا بیشتر طول بکشه. اون وقت روان کابه تو از قصه کشدار تو خسته خواهد شد و به تو خواهد گفت بسه. هر آنچه لازم بود بدانی دانسته اون وقت تو رو با پرونده ای ده هزار صفحه ای بدرقه خواهد کرد و خواهد گفت این ده هزار صفحه چیزیه درباره تو این ده هزار صفحه چیزیه که تو هستی ابتدا راضی به نظر میرسی اما در راه خونه ناگهان احساس عدم رضایت می کنی. احساس می کنی باید چیزهای بیشتر از این پرونده داشته باشی شک می کنی. احساس می کنی هنوز چیزی کمه البته که چیزی کمه اما نه به لحاظ کمی بلکه به لحاظ کیفی. بود کیفی همون آگاهیه که مورد قفلت واقع شده. دانستن درباره خود بد نیست. اما دانستن درباره خود شناختن خود یا خودشناسی نیست. این پرونده ده هزار صفحهی درباره توه. درباره ذهن شرطی شده تو که در گذشته ها سیر میکنه. تو اون چیزی که درباره توست نیستی. اون چیزی که درباره تو محتوای قصه تو رهایی از ایگو فراتر رفتن از این محتواست شناخت خود یعنی به خود رسیدن یعنی خود بودن و خود بودن یعنی وابسته نبودن هویت به محتوای ذهن اکثر مردم خودشون رو با محتوای زندگیشون یکی میدونن هر چیزی که از محیط اطرافت دریافت می کنی، تجربه می کنی، انجام میدی یا احساس می کنی محتوا محتوی همون چیزیه که توجه اکثر مردم رو کاملا جلب می کنه و همون چیزیه که اونها خودشون رو با اون یکی می دونن. وقتی میگی زندگی من یا وقتی درباره اون فکر می کنی، منظورتون زندگی نیست که وجودت رو تشکیل داده بلکه منظورتون زندگیه که داری یا فکر میکنی که داری. تو به محتوا اشاره می کنی. به سن، وضعیت، سلامتی، روابط، وضع مالی، کار و شرایط زندگی و احساسات. شرایط درونی و بیرونی زندگیت، گذشته و آینده تو و همچنین اتفاقات زندگیت همه به قلم روی محتوا تعلق دارند غیر از محتوا چه چیز دیگه این هست؟ چیزی که به محتوا امکان بودن میده. چیزی که محتوا میتونه در فضای اون تحقق پیدا کنه یعنی ذات آگاه هستی آشوب و نظم فراسو وقتی که خودت رو فقط از طریق محتوا میشناسی اون وقت گمان میکنی که میدونی چه چیزی برات خوبه و چه چیزی برات بده به این ترتیب بین اون چیزهایی که برای من خوب هستن و اون چیزهایی که برای من بد هستند تفاوت قائل میشی. این گونه است که در نگاه تو واقعیت یک پارچه از هم گسسته میشه. دوبین میشی در حالی که امر واقعی یکی بیش نیست. چنین درکی از واقعیت ناقصه. زندگی کلی یک پارچه. در این کل یک پارچه هر چیزی و هر رویدادی جایگاه ناگزیر و ضروری خودش رو داره. با این حال کل چیزی بیشتر از ظواهره، بیشتر از مجموع کل اجزای خوده، بیشتر از هر چیزی که تو در زندگی داری یا دنیا رو در بر گرفته. در پشت ترتیب اتفاقات زندگی که گاهی تصادفی یا حتی بی به نظر میرسه، نظم و هدف والاتر و برملا نشدهای وجود داره. این موضوع در تعالیم زن به شکل زیبایی بیان شده. وقتی برف میباره هر دانه برف در جای قرار میگیره که باید باشه. ما هرگز نمیتونیم از طریق تفکر این نظم بالاتر را درک کنیم چون همه افکار ما درباره محتوای در حالی که این نظم بالاتر از قلمرو ذات آگاه هستی و از هوش کائنات سرچشمه گرفته. ولی ما میتونیم اون رو تصور کنیم و از اون مهمتر خود رو با اون هماهنگ کنیم. یعنی شرکت کننده های آگاه در برملا ساختن اون هدف بالاتر باشیم. وقتی قدم به جنگلی بکر و دست نخورده میذاریم در ابتدا به چشم ذهن پر از افکار ما بی نظمی و آشفتگی میاد. درسته این جنگل شبیه یک پارک نیست. بی به نظر میاد. آشفته به نظر میرسه. هیچ درخت و گیاهی در جای خودش نیست. اما وقتی که قبار فکرها میشینه و صداهای درون سر خاموش میشه، مشاهده میکنیم که در همه جای این جنگل دست نخورده زندگی که از دل مرگ میروید. درختانی خشک شدند و در کنار اونها نهالهایی در حال قامت کشیدنند علفهایی پژمردند و از دل اونها علفهایی تازه و سبز دمیده. میان همه گیاهان و درختان این جنگل، میان خاک و آب و هوا، میان خورشید و زمین، میان همه چیز، نوعی هماهنگی پنهان و تقدس و نظمی والاتر دیده میشه که هر چیزی در جای خوده و نمیتونه جز آنگونه باشه که هست. ذهن هم از فکر ما در پارک آسوده تره چون پارک رو هم از هان بشری ساختن. پارک جنگلی خودرو نیست. پارک رو طوری طراحی کردن که ذهن میتونه ندیده اون رو حدس بزنه اما جنگل خود رو اینطوری نیست جنگل قابل پیش بینی ذهن نیست جنگل رو نمیشه حدس زد به همین دلیله که جنگل بی نظم به نظر میرسه گویی در نظر ذهن نظم چیزیه که بشه اون رو حدس زد و پیش بینی کرد جنگل ورای همه این ذهنیاته تو نمیتونی از طریق فکرت جنگل رو بشناسی و درک کنی ولی وقتی فکر کردن رو رها میکنی یا و ساکن و هوشیار میشی میتونی اون رو حس کنی پس سعی نکن اون رو درک یا وصف کنی تنها در این زمانه که به تقدس جنگل پی خواهی برد به محض احساس اون تقدس و هماهنگی پنهان متوجه میشی که از اون جدا نیستی و با فهمیدن این مسئله تبدیل به شرکت کننده ای آگاه در اون میشی حضوری آگاه و هوشیار طبیعت از این طریق به تو کمک میکنه تا دوباره با کل زندگی متحد بشی. خوب و بد. اکثر مردم در جایی از عمرشون متوجه میشن که زندگی تنها از تولد، رشد، سلامتی، موفقیت و لذت تشکیل نشده. بلکه فقدان، شکست، پیری، زوال و درد و مرگ رو هم در بر میگیره. ما به طور قراردادی به همه اینها برچسب خوب یا بد و نظم و بی نظمی می زنیم. معنای زندگی معمولا با اون چیزی که مردم خوب می در ارتباطه. ولی همه خوبی ها دائما در معرض تهدید شکست و آشفتگی قرار دارند. وقتی هر توضیحی بی با و زندگی معنای خود را از دست میده، همه چیز بی معنای یا بد میشه. با وجود همه تدابیر امنیتی اندیشیده شده آشوب و اختشاش دیر یا زود در زندگی همه اختلال ایجاد می کنه. این آشوب شاید به شکل از دست دادن چیزی یا کسی یا تصادف، بیماری، ناتوانی، پیری و مرگ خود رو نشون بده. ولی آشفتگی ناشی از این برهم ریختن نظم زندگی و فروپاشی یک مفهوم مشخص ذهنی به گشایشی به روی نظمی بالاتر منجر میشه. در انجیل اومده که خرد این دنیا در نظر خداوند بی خردیه. خرد این دنیا چیه؟ حرکت فکر و مفاهیمی که انحصارا فکر اونها رو مشخص میکنه. تفکر شرایط و اتفاقات رو مجزا میکنه و اونها رو خوب یا بد می نامه. درست مثل اینکه هر یک دارای موجودیتی مجزا هستن. وابستگی بیش از حد به فکر موجب تجزیه واقعیت میشه این تفرقه و تجزیه توهمی بیش نیست ولی وقتی گرفتار اون هستی بسیار واقعی به نظر میرسه و با این وجود کائنات یک کل تفکیک ناپذیره که در اون همه چیز به هم وابستن و هیچ چیز در اون مجزا از دیگران نیست. همبستگی عمیق میان همه چیز و همه اتفاقات به طور غیر مستقیم به این معنا دلالت داره که برچسب های ذهنی خوب و بد در نهایت واهی این برچسب ها همیشه نشان دهنده دیدگاهی محدودند و به همین علت فقط به شکل نسبی و موقتی حقیقت دارند. این موضوع در داستان مرد فرزانه که اتومبیل گران رو در لاتاری برنده شده بود اومده. خانواده و دوستاش به خاطر اون خوشحال بودن و پیشش رفتن تا این واقعه رو جشن بگیرن. به اون گفتن عالی نیست؟ تو خیلی خوششانسی. مرد خندید و گفت شاید. چند هفته از رانندگی با اون اتومبیل لذت برد. تا اینکه روزی سر تقاطعی با مرد مستی تصادف کرد و به دلیل جراحات زیاد کارش به بیمارستان کشیده شد. خانواده و دوستاش دوباره به دیدنش رفتن و گفتن واقعا بدچانسی و وردی. مرد دوباره لبخندی زد و گفت شاید. در مدتی که در بیمارستان بود یک شب زمین رانش کرد و خانهش زیر دریا مدفون شد. روز بعد دوستاش که به دیدنش رفته بودن گفتن چقدر خوششانسی که در بیمارستان بودی. و او باز هم گفت شاید. شاید مرد فرزانه یعنی نباید درباره اتفاقاتی که میفته قضاوت کرد. اون به جای قضاوت درباره اون چیزی که هست اون رو میپذیره و به این ترتیب آگاهانه با نظمی بالاتر اتحاد برقرار میکنه. اون میدونه درک جایگاه و هدف رویدادی ظاهرا تصادفی در بافت کلی برای ذهن غیر ممکنه ولی هیچ اتفاق یا هیچ چیزی تصادفی نیست. اتمهایی که جسم تو رو تشکیل میدن زمانی در ستارگان جای گرفته بودن و علل حتی کوچکترین اتفاقات عملا بیشمارن و به راه غیرقابل درکی با کل مرتبطن. اگر بخوای علت هر اتفاقی رو ردیابی کنی باید تا آغاز آفرینش به عقب برگردی. کائنات بی نظم نیست. کائنات سمفونی عظیم و باشکوهیه. هیچ نوتی بیهوده نواخته نمیشه. خود کلمه کائنات یا کیهان یعنی نظم. ولی نه اون نظمی که ذهن انسان بتونه درکش کنه. گرچه گاهی به شمعی از اون پی میبره. اهمیت ندادن به اتفاقات کریشنا مورتی فیلسوف بزرگ هندی و استاد معنویت بیش از پنجاه سال به طور مداوم در سراسر دنیا سخنرانی و سفر کرد تا از طریق کلمات که خود محتوا هستند فراتر از کلمات و فراتر از محتوا را به مردم نشون بده در یکی از صحبتهاش در سالهای آخر عمرش مخاطبین رو با سؤالی حیرت زده کرد پرسید میخواهید راز منو بدونی همه هوشیار شدند بسیاری از مخاطبین او که 20 یا سی سال برای شنیدن سخنانش می آمدن، هنوز نتونسته بودند جوهره ی تعالیمش رو درک کنند. سرانجام بعد از این همه سال استاد میخواست کلید درک اسرار رو در اختیارشون قرار بده. اون گفت راز من اینه. اهمیت نمیدم چه اتفاقی میفته. اون در این باره توضیحی نداد و به همین علت هم مخاطبین خود رو گیشتر از پیش در جای خود باقی گذاشت. با این حال این جمله ساده بر معنای عمیق دلالت داره اهمیتی به اون چه اتفاق میافته نمیدم چه معنی داره یعنی در درونم با اون چیزی که اتفاق میافته همسازم اتفاقی که میافته البته به چگونگی زمان حال اشاره داره که همیشه همونیه که هست هماهنگ بودن با اون چیزی که هست یعنی برچسب نزدن به اون چیزی که در لحظه اکنون هست و در حال اتفاق افتادنه. همساز بودن با اون چیزی که هست یعنی مقاومت نکردن در مقابل آنچه که رخ می دهن. یعنی برچسب خوب و بد به اون نزدن و قبول کردن اون به همون صورتی که هست. آیا معنی این جمله اینه که دیگه نباید کاری برای ایجاد تغییر در زندگیت انجام بدی؟ برعکس، وقتی مبنای اقدامات تو سازگاری درونی با لحظه حاله، هوش کائنات به اون اعمال قدرت و اختیار میبخشه. این هم حرفیه. یکی از استادان مکتب زن به نام حاکبین در ژاپن زندگی میکرد. مردم احترام زیادی براش قائل بودن و به خاطر تعالیم معنویش نزد اون میامدن. بعد از مدتی دختر نوجوانی در همسایگی او باردار شد. دختر که مورد سرزنش و سوالات والدین قرار گرفت که از او درباره هویت پدر طفل میپرسیدند سرانجام به اونها گفت که پدر طفل هاکوین استاد زنه والدین که به شدت خشمگین شده بودند به خونه هاکوین هجوم بردند و با فریاد و حیاهو رو متهم کردند و گفتند دخترشون اعتراف کرده که اون پدر طفله هاکوین با تبسمی بر لب در پاسخ والدین خشمگین دختر فقط گفت این هم حرفیه. خبر این رسوایی در همه جا پیچید. اعتبار معنوی استاد از بین رفت. مردم دیگه به دیدنش نمی رفتند و بهش احترام نمی زاشتند. استاد اما از این موضوع ناراحت نبود. او همچنان بی زندگی میکرد. هنگامی که کودک متولد شد، پدر دختر نوزاد رو نزد هاکوین برد و بهش گفت تو پدر این بچه هستی بنابراین تو باید این بچه رو بزرگ کنی. استاد فرزان نوزاد رو گرفت و مهربانانه از اون نگهداری کرد. یک سال گذشت. دختر از دروغی که گفته بود پشیمون شد و اعتراف کرد که پدر بچه جوانیه که در قصابی محل کار میکنه. والدین دختر با ناراحتی فراوان نزد حاکفین رفتن و از او طلب عذر و بخشش کردن و گفتن ما واقعا متاسفیم. اومده ایم تا تفل رو ببریم. دخترمون اعتراف کرده که شما پدر طفل اون نیستی دو پدر بچه جوونیه که در قصابی محل کار میکنه. استاد با تبسمی بر لب فقط گفت اینم حرفیه. اون وقت کودک رو به والدین دختر برگردون. پاسخ حاکمین فرزانه به راست و دروغ و خوب و بد یکسان بود که می گفت اینم حرفیه. اون به زمان حال اجازه میداد همونطوری که هست باشه. اون خود رو به دام قصه های شخصی نمیداد. برای او همین لحظه وجود داشت و این لحظه هم همون گونه است که هست. اون رویدادها رو شخصی و گسیخته نمیدید. بنابراین قربانی هیچ رویدادی نمیشد. هیچ رویدادی بر او تیره نمیشد. اون میدونست که مقاومت در برابر آنچه که هست انسان رو به دام قصه های شخصی میندازه و قربانی میکنه. حاکبین فرزانه همواره پاسخی مناسب برای لحظه حال داشت و اون وقت که زمانش فرا رسید گذاشت کودک بره. تصور کن اگر ایگو وجود حاکبین رو تسخیر کرده بود واکنش او به رویدادها در مراحل گوناگون این ماجرا چگونه بود؟ ایگو و لحظه حال مهمترین رابطه سرنوشت ساز تو در طول زندگی رابطه تو با لحظه حاله. رابطه تو با شکلی که زندگی در لحظه حال به خود می گیره. یعنی رابطه با وضعیت و اتفاقات موجود. اگر رابطه تو با زمان حال خوب نیست، اختلال ناشی از اون در همه روابط و موقعیت های زندگیت منکس میشه. ساده ترین توصیف ایگو اینه که رابطه ناسالم با زمان حاله. یعنی ایگو چیزی نیست مگر عدم ارتباط با لحظه حال. در همین لحظه حاله که میتونی درباره نوع رابطه خویش خیش با لحظه حال تصمیم بگیری. وقتی به سطح خاصی از آگاهی میرسی که حالا که به این جای کتاب رسیده ای بی به این مرتبه از آگاهی رسیده ای میتونی درباره نوع رابطه خود با لحظه حال تصمیم بگیری. یعنی تصمیم بگیری که آیا میخوام با زمان حال رابطه دوستی داشته باشم یا دشمنی. لحظه حال از زندگی جدایی ناپذیره. پس تو در واقع با این تصمیم نوع رابطه خود رو با زندگی انتخاب می کنی. وقتی تصمیم بگیری رابطه دوستی با زمان حال برقرار کنی، اولین حرکت به تو بستگی داره. یعنی تو باید گام نخست رو برداری که گام نخست پذیرش لحظه حاله. همون طوری که هست. گام نخست گشودگی به روی لحظه حاله. بدون در نظر گرفتن اینکه این مهمان با چه حال و وضعی بر تو وارد میشه. اگر اینطوری با لحظه ی حال دوست باشی، زندگی هم با تو دوست خواهد شد و با تو دوستانه رفتار میکنه و مردم و موقعیت ها به تو مساعدت میکنند یک تصمیم کل زندگی تو رو دگرگون خواهد کرد. اما همین یک تصمیم رو بارها و بارها باید بگیری تا اینکه این شیوه ی زندگی ملکه وجود تو بشه تصمیم دوستی با لحظه حال پایان کار ایگو ایگو هرگز نمیتونه با لحظه حال کنار بیاد و با زمان حال یا در واقع با زندگی متحد باشه چون ماهیتش اون رو وادار به ندیده گرفتن زمان حال و مقاومت در برابر اون یا دست کم گرفتن اون میکنه زندگی ایگو به زمان وابسته است. هرچقدر ایگو قوی تر و فربهتر باشه، چیرگی زمان بر زندگی تو بیشتره. وقتی که زمان بر زندگی تو حکم میرانه، هر فکری که به ذهنت خطور میکنه به گذشته یا آینده مربوطه. احساس تو نسبت به خیشتن، احساسی نسبت به هویتی که در گذشته ریشه داره. احساس خورسندی و رضایت تو هم به آینده موکول میشه. انگامی که زمان بر زندگی تو سایه افکنده، ترس، دقدقه، پشیمانی، احساس گناه، خشم، عصبیت و ناخورسندی اجتناب ناپذیرند ایگو نسبت به زمان حال به سه شیوه برخورد میکنه. یکی به عنوان وسیلهی برای رسیدن به هدفی در آینده. دیگه به عنوان یک مانه و به عنوان یک دشمن. ایگو تو رو به آینده میبره. آینده هرگز نمیرسه مگر در هیئت لحظه حال. بنابراین آینده فکری در ذهن تو. ایگو هرگز به تو مجال حضور در لحظه حال را نمیده و زمان حال رو به وسیله تبدیل میکنه برای رسیدن به هدفی در آینده. بنابراین تو هرگز در لحظه حال حضور پیدا نمیکنی چون دل مشغول یک آینده موهوم هستی. وقتی که از این الگو پیروی میکنی اون وقت زمان حال رو مانعی تلقی میکنی که باید از اون بگذری اینجاست که بیقراری ناخرسندی و فشارهای عصبی پدیدار میشن امروزه بسیارند افرادی که به این چیزها مبتلا هستند زندگی که لحظه حاله به صورت چالش در میاد. چالشی که برای رسیدن به زندگی باید از میان برداشته بشه این گونه است که انقدر می میری تا قدری زندگی کنی. وقتی زندگی به یک چالش یا دشواری یا مشکل تبدیل میشه، با کنار رفتن هر مشکل مشکل دیگه ای پدیدار میشه. دنیایی از مشکلات پیش روی توه. نمیدونی مشکلات چه وقت تموم میشن تا تو زندگی رو شروع کنی. تا زمانی که لحظه حال رو یک مانع تلقی میکنی، برای مشکلات هم پایانی متصور نیست. زندگی به ما میگه من همانی هستم که تو میپنداری. اگر مرا مشکل میپنداری مشکل میشم. اگر مرا مانع میپنداری مانع میشم. بدترین رهیافت به زندگی اینه که زندگی رو دشمن خیش تلقی کنی و بگی زندگی با من دشمنه. وقتی که از کار خیش بیزاری، از همه چیز و همه کس گلمندی و به زمین و زمان بد و بیراه میگی، وقتی که گفتگوی درونیت رو بایدها و نبایدها تشکیل داده و مدام متهم می کنی. وقتی که با اون چیزی که هست سر دعواداری، داری پس دشمن لحظه حال هستی. تو زندگی رو که در لحظه حال جریان داره به یک دشمن تبدیل می کنی. در این صورت زندگی به تو خواهد گفت تو تنها جنگ میخوای و تنها جنگه که نصیبت میشه. اون وقت احساس میکنی همه دشمن تو و تو در میان دشمنان بیشمار خود تنها هستی. واقعیت بیرونی باستا به اون چیزیه که در درون تو میگذره. از خودت بپرس رابطه من با لحظه حال چطوریه؟ اون وقت گوش به زنگ باش تا پاسخ خیش رو بگیری. با خودت بگو آیا لحظه حال حکم وسیلهی برای رسیدن به هدفی رو برای من داره؟ آیا لحظه حال برام به صورت یک مانع جلوه میکنه؟ آیا لحظه حال رو دشمن خیش تلقی میکنم؟ از اونجا که لحظه حال همه چیزیه که داری، تنها سرمایته. از اونجا که زندگی از زمان حال جدایی ناپذیره. این سوال در واقع یعنی من با زندگی چه رابطه ای دارم؟ این سوال روش العاده ای برای برداشتن نقاب از چهره ایگو در وجودت و انتقال تو به حالت حضوره. هرچند که این سوال حقیقت مطلق رو یعنی در نهایت اینکه من و زمان حال یکی هستیم رو در بر نمیگیره ولی راهنمای موثری در جهت صحیح انقدر این سوال رو از خودت بپرس تا احساس کنی که دیگه به اون نیازی نداری چطور میتونی به رابطه خرابی که با لحظه حال داری پایان بدی و با لحظه حال رابطه درستی برقرار کنی. راهش اینه که باید مشاهده کنی و اون اختلال رو اینکه با این لحظه چه ارتباطی داری رو در خودت، در افکارت و در اعمالت ببینی. درست در لحظه ای که شاهد این رابطه میشی، در لحظه ای که متوجه میشی اختلالی در رابطه تو با زمان حال وجود داره حضور پیدا میکنی. مشاهده و حضور با هم اتفاق می افتن. وقتی که مشاهده هست حضور در لحظه حال هم هست. وقتی که ارتباط بد خود با لحظه حال رو مشاهده می کنی، مشکل آسون میشه. بعضی افراد وقتی که این نکته رو مشاهده می کنن قهقه سر می دن. مشاهده به تو قدرت انتخاب میده. انتخاب این که به لحظه حال پاسخ مثبت بدی و با اون رابطه دوستی برقرار کنی. پارادوکس یا تناقض زمان ظاهرا لحظه حال عبارت از هر آنچه روی میده هر آنچه روی میده مدام دگرگون میشه و دائم در حال تغییره در نتیجه به نظر میرسه هر روز از زندگی تو از هزاران دقیقه تشکیل شده که در اون رویدادهای مختلفی اتفاق میافتند زندگی توالی بیپایان دقایقه با این حال اگه دقیق تر یا در واقع از طریق تجربه آنی خودت به اون نگاه کنی متوجه میشه که هیچ لحظه‌ای در اون وجود نداره زندگی همیشه حاله کل زندگی تو در این حال مداوم رخ میده حتی گذشته فقط زمانی وجود داره که اونو به خاطر میاری و آینده زمانی وجود داره که انتظارش رو میکشی و تو این کار رو با فکر کردن به اونها در تنها لحظه‌ای که وجود داره یعنی لحظه حال انجام میدی پس چرا اینطوری به نظر میرسه که دقایق بسیاری وجود دارن؟ چون زمان حال با اون چیزی که در اون رخ میده یا با محتوای اون اشتباه گرفته میشه. فضای حال با اون چیزی که در این فضا رخ میده اشتباه گرفته میشه. اشتباه گرفتن لحظه حال با محتوای اون نه تنها باعث ایجاد توهم زمان بلکه باعث ایجاد توهم ایگو میشه. در اینجا تناقضی وجود داره. از یک طرف چطور میتونی منکر واقعیت زمان بشی؟ از جایی به جای دیگه ای میری؟ غذا درست میکنی؟ خونه میسازی؟ به این کتاب گوش میدی؟ برای رشد کردن و یاد گرفتن چیزهای جدید به زمان نیاز داری؟ ظاهرا برای هر کاری که میکنی به زمان نیاز داری؟ همه چیز دستخوش اونه، دستخوش زمانه و در نهایت به قول شکسپیر این زمان خائن خونبار تو رو خواهد کشت. میتونی اون رو با رودخونه وحشی مقایسه کنی که تو رو با خود میبره یا آتشی سهمگین که همه چیز رو در خود میسوزونه. به تازگی دوست قدیمی رو ملاقات کردم. سالها بود که اون و خانوادش رو ندیده بودم. وقتی اونا رو دیدم غرق در شگفتی شدم. مادر خونواده چروکیده شده بود. انگار آب رفته بود. دختر خونواده که اون روزها سرشار از شور زندگی و جوانی بود حالا موهای سفید داشت و در چهرهش آثار حیات و شادمانی مشاهده نمیشد. اون خسته و فرسوده به نظر می رسید. بعد به خاطر رو بردم که تقریبا سی سال از آخرین باری که اونها رو دیده بودم می گذر. آه زمان چه بلایی به سر اونها آورده بود. من مطمئنم که اونها هم با دیدن من که سی سال پیرتر شده بودم شگفت زده شده بودم. ظاهرا همه چی دستخوش و تابع زمانه و با این حال همه چیز در لحظه حال رخ میده. این یک تناقض یا پارادوکسه. به هر طرف که نگاه می شواهد فراوانی از واقعیت زمان می‌بینی. یک سیبه در حال پلاسیدن، چهره تو در آینه حمام در مقایسه با عکسی که سی سال پیش گرفته ای. با این وجود تو هرگز خود زمان رو تجربه نخواهی کرد. تو همیشه چیزی رو تجربه می کنی که در لحظه حال اتفاق میافته. اگه تجربه مستقیم رو ملاک قرار بدیم دیگه زمانی وجود نخواهد داشت و لحظه حال تنها چیزیه که مستقیما تجربه میشه. کنار گذاشتن یا حذف زمان تو نمیتونی رهایی از ایگو رو به هدفی در آینده تبدیل کنی و سپس برای رسیدن به این هدف بکوشی. اگر این کارو بکنی اون چیزی که نصیبت میشه چیزی نخواهد بود جز ناخرسندی بیشتر و تضاد درونی چون همیشه احساس خواهی کرد که به هدفت نرسیدی و از ایگو خیش رها نشده ای. وقتی که رهایی از ایگو به هدفی در آینده تبدیل میشه انگار به خودت زمان بیشتری داده ای. زمان بیشتر به معنی ایگوی فربتر و قویتره. به دقت مراقب باش که جستجوی معنوی چهره دیگه از ایگو نباشه. حتی تلاش برای رهایی از دست من یا خود در صورتی که به هدفی در آینده تبدیل بشه میتونه نقاب دیگه بر چهره ایگو باشه. فرصت بیشتر دادن به خود دقیقا یعنی وقت بیشتر دادن به خود ساخته زه. زمان یا در واقع گذشته و آینده چیزیه که خود ساخته ذهن به اون زنده است و زمان فقط در ذهن تو وجود داره. زمان در خارج از وجود تو واقعیت عینی نداره. زمان ساختار ذهنی مورد نیاز دریافت های حسی و جزئی جدایی ناپذیر از مقاصد و اهداف عملیه ولی بزرگترین مانع بر سر راه شناخت خود محسوب میشه. زمان بود افقی زندگی و لایه سطحی واقعیت بعد از اون بود عمودی عمقه که تنها از طریق دروازه زمان حال در دسترس توه. پس به جای زمان دادن به خودت به اون من زمان رو از من بگیر من بی زمان دوام نمیاره وقتی که زمان از من گرفته میشه من هم با زمان میره اشتباه نشه منظور ما حذف زمان ساعتی نیست. زمان ساعتی به کار مقاصد عملی زندگی میاد. مثل قرار گذاشتن با کسی یا برنامه یک سفر رو ریختن. ممکن نیست بشه بدون زمان ساعتی در این جهان کاری کرد. منظور ما از حذف زمان، حذف زمان روانی یعنی دل مشغولی ذهن به گذشته و آینده است. زمان روانی مانع یکی شدن با زندگی میشه. زمان روانی نمیذاره با لحظه حال هماهنگ باشی. تو عادت کرده ای به زندگی نبگی. اگر این عادت شکسته بشه و پاسخ تو به زندگی مثبت و آری بشه، اگر اجازه بدی لحظه حال همون طوری باشه که هست، زمان رو محو کرده یا همراه اون ایگو رو. ایگو برای بقای خیش تلاش میکنه گذشته و آینده رو مهمتر از لحظه حال جلوه بده. وقتی که گذشته برات مهمتر از لحظه حال میشه تو به گذشته میخزی. وقتی که آینده برات مهمتر از لحظه حال میشه تو به آینده میخزی. ایگو نمیتونه رابطه یه دوستانه با زمان حال رو تحمل کنه مگه برای مدتی کوتاه بعد از رسیدن به خواسته خود. ولی هیچ چیزی نمیتونه ایگو رو برای مدت زیادی راضی نگه داره. تا وقتی که ایگو بر زندگی حاکمه از دو طریق ناکامی رو تجربه می کنی. یکی نرسیدن به خواسته ها و دومی رسیدن به خواسته ها. هر چیزی که هست یا اتفاق می افته شکلی که زمان حال به خود میگیره. تا وقتی در درون در برابر اون مقاومت می کنی، اون شکل یا در واقع دنیا مانعی غیر قابل نفوزه که تو رو از کیستی واقعیت که فراتر از شکله و زندگی یگانه ی بیشکلی که هستی جدا میکنه. وقتی که تو درونن در برابر شکلی که لحظه حال به خود گرفته تسلیم میشی، اون شکل به دروازه برای ورود به بیشکلی تبدیل میشه و فاصله ی میان دنیا و خداوند از میان برداشته میشه. وقتی تو در مقابل شکلی که زندگی در این لحظه داره مقاومت میکنی، وقتی با زمان حال به عنوان ابزاری برای رسیدن به هدف یا به عنوان مانه یا دشمن برخورد می کنی، موجب تقویت هویت وابسته به شکل خود یا ایگو میشی. از این لحاظ میشه گفت ایگو یعنی واکنش پذیری. واکنش پذیری چیه؟ اعتیاد به واکنش نشون دادن. هر چقدر واکنش پذیرتر باشی، بیشتر در چنگ مادیات و شکل گرفتار میشی. هر چقدر بیشتر خودت رو با اشکال یکی بدونی، ایگو قویتر میشه. در اون صورت دیگه وجود واقعیت از درون شکل ظاهری خود نمی درخشه یا به ندرت می درخشه. با تسلیم در مقابل زندگی چیزی که در تو فراتر از شکله به صورت حضوری فراگیر و قدرتی خاموش و بسیار از این از هویت ناپایدار وابسته به شکل یا وابسته به اون فردی که هستی پدیدار میشه. وجود تو بسیار از هر چیز ای در دنیای شکله. رویا و آنکه رویا می عدم مقاومت درونی در برابر لحظه حال یا آنچه هست به ما توانی به حد و اندازه می بخشه. با چنین توانی آگاهی می تونه خود رو از زندان شکلها و صورتها رها بکنه. عدم مقاومت درونی در برابر عالم صورت یا آنچه هست فراغت از شکل ها و صورت هاست مقاومت باعث میشه دنیا و هر چی که درونه از جمله هویت شکلی تو یا همون ایگو واقعی تر و پایدارتر از اون چیزی که واقعا هست به نظر برسه مقاومت به دنیا و ایگو سنگینی و اهمیتی محض میبخشه و تو رو وادار میکنه خودتو و دنیا رو جدی بگیری بعد تصور میکنی برای حفظ بقا باید به بازی با این اشکال بپردازی و این تصور به واقعیت تو تبدیل میشه اتفاقهای بسیاری که رخ میدن و اشکال بیشماری که زندگی به خود میگیره دارای ماهیتی ناپای دارن اشیا، اجسام و ایگوها، رخدادها، موقعیتها، افکار، احساس، امیال، جاه ترس ها جار و جنجال ها و غیره میان وانمود میکنن مهم و قبل از اینکه اونها رو بشناسی میرن و در هیچ که از اون اومده بودن ناپدید میشن آیا واقعیت داشتن؟ آیا چیزی بیش از یک رویا یا رویای شکل بودند؟ وقتی صبح از خواب بیدار میشیم و رویای شب قبل به پایان رسیده میگیم فقط یک خواب بود واقعیت نداشت ولی چیزی در اون رویا باید واقعی بوده باشه وگرنه اصلا وجود نداشت وقتی مرگ نزدیک میشه به زندگیمون نگاه میکنیم و نمیدونیم که خواب بوده یا واقعیت داشته حتی در حال حاضر هم که تعطیلات سال گذشته یا هیاهوی دیروز رو به خاطر میاری فکر میکنی شباهت زیادی به یک خواب داره این یک رویاه و ما هم همون کسی هستیم که خواب میبینه این رویا نمایش ناپایدار اشکاله این دنیاست دنیایی با واقعیت نسبی نه مطلق و بعد کسی که خواب میبینه واقعیت مطلقی که شکلها در اون میان و میرن کسی که خواب میبینه خود فرد نیست اون فرد بخشی از رویاست خواب بیننده زمینه که رویا در اون رخ میده که رویا رو ممکن میسازه مطلقی در پس نسبیت جاودانگی در پس زمان آگاهی در قالب شکل و در پس زمینه اون خواب یا رویا بیننده خود خود آگاهیه خود توی هدف ما در اینجا بیداری در حین رویاست با بیداری در حین رویا هیاهوی زمین که ایگون را رو خلق کرده به پایان میرسه و رویایی زیباتر و شگفتانگیزتر پدیدار میشه این رویای بزرگتر و شگفتانگیزتر همون زمینی نوه فراتر رفتن از محدودیت ها, آدم ها دوست دارند در ساحت شکل ها پیشرفت کنند تو هم سعی می کنی بر ضعفای جسمانی خود غلبه کنی و یا از تنگناهای مالی بیرون بیای. پس دست به کار می مهارت کسب می کنی، معلوماتی تازه می ابتکار به خرج میدی تا چیزی نو ارزه کنی و زندگی خود و دیگران رو ارتقا ببخشی. ممکنه ابتکار و خلاقیت تو منجر به سرودن شعری، ساختن قطعه موسیقی، نوشتن کتابی، ارائه خدمتی، تأسیس شرکتی یا ایجاد شغلی تازه بشه. وقتی حضور داری، وقتی توجهت کاملا به زمان حال معطوفه، اون حضور جریان پیدا میکنه و اون چیزی رو که انجام میدی دگرگون میکنه و در کاری که انجام میدی کیفیت و قدرت به وجود میاره. حضور زمانی رخ میده که کاری که انجام میدی عمدتا ابزاری برای رسیدن به هدفی مثل پول، موقعیت اجتماعی یا پیروزی نباشه بلکه صرفا از انجام اون لذت ببری و رضایت داشته باشی. و البته نمیتونی حضور داشته باشی مگر اینکه با زمان حال رابطه دوستی برقرار کنی. پایه با اساس عملکرد موثری که منفی بافی اون رو آلوده نکرده باشه هم همینه. شکل یعنی محدودیت. ما به این دنیا اومده ایم تا نه تنها محدودیت رو تجربه کنیم بلکه با فراتر رفتن از اون در آگاهی و هوشیاری خود رشد کنیم. می توان در محیط بیرونی زندگی بر بعضی از محدودیت ها غلبه کرد. دسته دیگه از محدودیت ها در زندگی وجود دارند که باید یاد بگیری با اونها زندگی کنی. بر این محدودیت ها فقط از طریق درون میتونی غلبه کنی. همه دیر یا سود با اونها مواجه میشن. این محدودیت ها یا تو رو در چنگ واکنش های ایگویی گرفتار می کنند که به دنبال اون نارضایتی و ناخشنودی شدیدی ایجاد میشه یا اینکه میتونی با تسلیم درونی و بیقید و شرط در مقابل وضعیت موجود به اونها غلبه کنی. هدف از وجود این محدودیت ها آموختن این موضوع به ماه. حالت تسلیمی که در آگاهی هوشیاری وجود داره بود عمودی یا بود عمق زندگی رو به روی ما باز میکنه. اون وقت جنبه بی نهایت با ارزش از این بود وارد دنیا میشه که در غیر این صورت نهفته باقی میمون. اون دسته از مردم که در مقابل محدودیت های ها تسلیم شدن بعدها به استادان معنوی بزرگ و شفا روح بشریت تبدیل شدن. دسته دیگه از اونها با ایسا را از خودگذشتگی در تلاشند تا از رنج بشریت بکاهند یا موهبتی خلاقانه را به دنیا عرضه کنند. در اواخر دهه هفتاد هر روز با یکی دو تا از دوستام در کافتریای دانشگاه کمبریج که در اونجا مشغول به تحصیل بودم ناهار میخوردیم. معمولا مردی روی صندلی چرخدار پشت میزی در نزدیکی ما میشست که همیشه هم سه چهار نفر همراهش بودن. روزی وقتی درست رو به روی من نشسته بود اونو دقیق تر برانداز کردم و از اون چیزی که دیدم شوکه شدم. اون کاملا فلج و از کار افتاده بود. بدنی نحیف داشت و سرش دائما رو به جلو افتاده بود. یکی از افراد همراه اون به دقت غذا در دهنش میذاشت که مقدار زیادی از اون در بشقاب کوچیکی که مرد دیگه زیر چونش نگه داشته بود از دهنش بیرون میریخت. مردی که روی صندلی چرخدار نشسته بود گاهی صداهای نامفهومی در می و یکی از همراهان گوشش رو نزدیک دهن اون می و بعد در کمال تعجب متوجه می شدم چیزی رو که اون سعی می کرد بگه تفسیر می کرد. از دوستم پرسیدم آیا او رو می گفت البته اون پروفسور ریاضیاته و همراهاش دانشجوهاشن که پاراقا تحصیل شدن. اون مبتلا به نوعی بیماری عصبی حرکتیه که به تدریج اعضای بدنش رو از کار میندازه. حد اکثر پنج سال دیگه زنده میمونه. این وحشتناکترین سرنوشتیه که انسانی میتونه داشته باشه. چند هفته بعد وقتی داشتم از ساختمان خارج میشدم اون داشت وارد میشد. و وقتی در رو برای ورود صندلی چرخدار الکتریکیش باز کردم نگاه هم با چشمان او تلاقی کرد. در کمال تعجب متوجه شفافیت چشمانش شدم. هیچ اثری از ناخشنودی یا نارضایتی در اونها نبود. بلافاصله فهمیدم دست از مقاومت برداشته و در حالت تسلیم محض زندگی میکنه. چند سال بعد وقتی داشتم از یک کیوسک روزنامه فروشی روزنامه می خریدم، از دیدن چهره او در صفحه اول یکی از پرطرفدارترین روزنامه ها متعجب شدم. اون نه تنها هنوز زنده بود بلکه در اون زمان به عنوان مشهورترین فیزیکدان نظریه پرداز شناخته شده بود. نام او استیفن هاوکینگ بود. نوشته زیبایی در اون مقاله بود که همون چیزی رو تایید می کرد که چند سال پیش وقتی نگاه هم به چشمانش افتاده بود متوجه شده بودم. او درباره زندگیش البته حالا دیگه به کمک صداساز گفته بود از این بیشتر چی میتونم بخوام. شور و سرمستی بودن ناخشنودی یا منفی بافی نوعی بیماری روی کره زمینه. منفی بافی هم مثل آلودگی های محیط زندگی سطح درون رو آلوده میکنه. این آلودگی درونی همه جا هست و نه تنها در جاهایی که مردم به اندازه کافی ندارند و فقیرند بلکه در جاهایی هم که بیش از حد کافی هم دارند به چشم میخوره. تعجب آور نه مردم ثروتمند حتی بیشتر از سایر مردم هویتشون رو وابسته به اشکال و مادیات میدونن. بیشتر در محتوا گم شدند و در چنگ ایگو گرفتارن. باور اکثر مردم اینه که برای اینکه در زندگی شاد باشن باید اتفاقی بیفته و این یعنی وابستگی به شکل اونها درک نمیکنند که اتفاقات ناپایدارترین اشکال کل کائنات هستند. رخدادها دائما در حال تغییرن. اونها طوری به زمان حال نگاه میکنن مثل اینکه اتفاقی در اون افتاده که نباید میافتاد و اون رو زایه کرده. یا تصور میکنن چیزی کم داره چون اتفاقی باید میافتاد که نیافتاده و به این ترتیب کمال ذاتی و عمیق زندگی رو نمی بینن. کمالی که همیشه هست و فراتر از اشکال و اتفاقاتی است که رخ میدن یا نمیدن. با پذیرش زمان حال کمالی رو در اون پیدا می کنی که عمیقتر از هر شکل و اتفاقه و زمان در اون تأثیری نداره. شور و سرمستی و نشاط بودن که تنها شادی راستینه به وسیله اشکال، دارایی، موفقیت، فرد یا اتفاقی در تو ایجاد نمیشه. اون نشاط اصلا در تو ایجاد نمیشه چون در بود بیشکل وجودت هست و از آگاهی و سرچشمه میگیره و از این رو با تو یکیه. اجازه بده ایگو ضعیف بشه. ایگو همیشه در مقابل چیزی که فکر میکنه موجب ضعیف و کوچک شدنش میشه حالت تدافعی میگیره. مکانیزم های خودکار ترمیم ایگو فعال میشن تا شکل ذهنی من رو به اون برگردونن. انتقاد و سرزنش از نظر ایگو یعنی کوچک شدن من و در نتیجه فورا دست به کار میشه تا حس تضعیف شده من رو از طریق توجیه کردن خود یا دفاع و سرزنش ترمیم کنه. اینکه فرد مقابل درست میگه یا نه به ایگو مربوط نیست. ایگو بیشتر از اون که به حقیقت علاقه داشته باشه به حفظ خود علاقه منده. ایگو در واقع فرم و شکل روانی من رو حفظ و از اون نگهبانی میکنه. گاهی بر سر یک راننده ی تاکسی که تو رو احمق خطاب کرده فریاد میکشی و بهش بد و بیراه میگی این کار تو واکنش خودکار ایگو توه برای ترمیم چهره تو یکی از رایشترین مکانیزم های ترمیم ایگو خشم و عصبانیته که باعث میشه ایگو به طور موقتی ولی به صورت شدیدی فربه شده و باد کنه همه مکانیزم های ترمیم از نظر ایگو عالی و کاملند ولی در واقع نوعی اختلال محسوب میشن. خشونت های جسمانی و توهم های خود بزرگ بینی انواع افراطی این اختلال هستند. یکی از موثرترین تمرین های معنوی اینه که آگاهانه اجازه بدی در صورتی که امکان اون وجود داره ایگو تضعیف بشه و در صدد ترمیم اون بر نیای. بهت توصیه میکنم این کار رو به طور مداوم تمرین کنی. مثلا وقتی کسی از تو انتقاد میکنه سرزنشت میکنه یا بهت ناسزا میگه به جای اینکه بلافاصله تلافی کنی یا از خودت دفاع کنی هیچ کاری نکن اجازه بده تصویر ذهنی که از خودت داری تضعیف بشه و احساسی رو که این کار در عمق وجودت ایجاد میکنه آگاهانه حس کن شاید برای چند ثانیه احساس ناراحتی کنی مثل اینکه واقعا کوچیک شده باشی ولی در واقع این ایگو توی که کوچیک شده و بعد فضایی رو در درونت احساس می کنی که به شدت زنده است در واقع تو به هیچ وجه کوچیک نشده ای بلکه بزرگ شده ای بعد به این درک شگفت انگیز می رسی که وقتی به نحوی احساس می کنی کوچیک شده ای ولی هم در بیرون از خودت و هم در درونت در حالت عدم واکنش مطلق باقی میمونی متوجه میشی هیچ چیز واقعی در اصل تضعیف نشده بلکه از طریق کمتر شدن تو در واقع بیشتر شده ای. وقتی از خودت دفاع نمی کنی یا اون تصویر ذهنی که از خودت داری رو تقویت نمی کنی دیگه خودتو با این هویت ذهنی یکی نمی بینی. از طریق کمتر شدنی که از نظر ایگو اینطوریه در واقع دستخوش گستردگی میشی و فضایی برای بودن در درونت ایجاد میشه. قدرت حقیقی یا خود واقعی تو که فراتر از شکل سپس از درون شکل ظاهرا تضعیف شده می درخشه. منظور ایسا هم از گفتن عباراتی مانند منکر خود شو یا آن یکی گونت رو هم جلو بیار همینه. ولی این مسلما به این معنی نیست که از مورد تعرض قرار گرفتن استقبال کنی یا قربانی افراد ناخداگاه بشی گاهی شاید موقعیتی ایجاب کنه که روک و سریع و با کلماتی قاطعانه به کسی بگی پات رو از این ماجرا کنار بکش اگه تسلیم حالت تدافعی ایگو نشی در عین حال که برای واکنش نشون دادن اجباری در خودت حس نمی کنی کلماتت هم موثرتر واقع میشن در صورت لزوم میتونی به سراحت و قاطعیت نبگی و این نه از اون پاسخهای منفیه که از کیفیت بالایی برخوردارن. اگر از اینکه فرد خاصی نیستی و از اینکه در جمع برجسته به نظر نمیرسی راضی هستی در واقع با نیروی دنیا و کائنات همساز شده ای. چیزی که از نظر ایگو ضعفه در واقع تنها نیروی حقیقیه. این حقیقت معنوی کاملا در جهت مخالف ارزش های فرهنگ معاصر ما و وضعیت شرطی شده مردم قرار داره. تعلیم باستانی تاوت چینگ به ما می به جای اینکه کوه باشید در ره کائنات باشید. به این طریق به کل باز می گردید و به این ترتیب همه چیز به شما باز می عیسی ایسا هم در یکی از حکایات خود گفته وقتی جایی دعوت میشید برید و در پایین ترین جایگاه بشینید تا وقتی که میزبان از راه میرسه بتونه بهتون بگه دوست من بالاتر بشی. اون وقت در حضور همه ای کسانی که با شما سر میز نشستند محترم خواهید بود. چون هر کسی که خود رو بالا میبره کوچیک میشه و هر کسی که متوازه بزرگ میشه. جنبه دیگه این تمرین اینه که دیگه تلاش نمی کنی خودت رو از طریق خودنمایی به چشم اومدن خاص بودن، تاثیرگذاری یا جلب توجه بزرگ کنی. در این تمرین گاهی هم میتونی وقتی که همه در حال ابراز عقیده هستند تو سکوت کنی و شاهد احساسی باشی که این کار در تو ایجاد میکنه.